رئیس جمهور غنی که امروز شنبه شش در مراسم افتتاحیه سال سوم کاری دوره هفدهم تقنینی شورای ملی صحبت می کرد گفت انتقال قدرت فقط از طریق برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف امکان پذیر است و حکومت آماده است تا برای برگزاری انتخابات بحث و گفتگو کند رئیس جمهور تاکید کرد رسیدن به اقتدار سیاسی یک دروازه دارد و آن دروازه ای است که مردم افغانستان توسط رأی خود آن را باز می کنند. به کسانی که برای رسیدن به قدرت به این و آن دروازه می روند برادرانه توصیه می کنم که اقتدار سیاسی در افغانستان یک دروازه و یک کلید دارد و آن رای مر آزاد مردم افغانستان است این دروازه را تنها مردم افغانستان می توانند از طریق رای خود برای تان باز کنند بنان به جمهوریت و به قانون اساسی متحد باشد رئیس جمهور با اشاره به قانون اساسی آن را وسیقه ملی خواند و با پیامش به طالبان هشدار داد که هیچ کس با تهدید بر افغان ها پیروز نشده است و یک بار دیگر از این گروه خواست تا به خشونت پایان داده و نیت واقعیشان در مورد صلح را به مردم افغانستان نشان دهند میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز گفت که شورای ملی خواستار کاهش خشونت ها در کشور است و از طالبان خواست که از خود انعطاف نشان دهند خشونت ها را کاهش داده و به میز مذاکره بازگردند و ای همچنان بر ریاست جمهوری اطمینان داد که پارلمان قاطعانه از نظام و جمهوریت حمایت میکند من به نمایندگی از همه اعضای این خانه به شما اطمینان میدهم که ما قاطعانه در پهلوی نظام و در حمایت از جمهوریت و مردم خود هستیم و خواهیم بود در همین حال میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان از حکومت خواست که به مصوبات و فیصله های مجلس احترام گذاشته و با آغاز سال جدید کاری دوره هفدهم تقنینی شورای ملی به سرپرستی در وزارتخانه ها و اداره های مستقل دولتی پایان دهد در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها چون وزارت مالیه صحت عامه اطلاعات و فرهنگ امور زنان احیا و انکشاف دهات و همچنان برخی از اداره های مستقل از سوی سرپرستان اداره می شود چنانچه تا هنوز مشخص نیست که نامزدان جدید چه زمانی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند